سلام به دوستای عزیزم، به کانال تیستی تریتز خوش اومدید. امروز میخوام یه غذای از یاد رفته شیرازی به نام قنبر پلو درست کنم. با من همراه باشید. ابتدای کار از درست کردن کوفته قلقلی ها شروع میکنیم. یه دونه پیاز، دو حب سیر رو با دستگاه بلندر یا اینکه رنده هم میتونید بکنید رندش میکنیم و آبش رو میگیریم و به گوشتمون اضافهش میکنیم. ادویه‌هامون رو با آرد نخودچیمون اضافه میکنیم به گوشتمون رو قلقلیش میکنیم. به خوبی ورز میدیم تا تمام ادویه‌ها به خورد گوشتمون بره. کوفته هامون باید اندازه گردو باشه. الان میریم سرخشون میکنیم. تا همین اندازه کافیه از داخل روغن درش رو میاریم و تو روغنی که مونده پیازامون رو سرخ میکنیم. دو تا دونه پیازمون رو خلالی خرد میکنیم و سرخشون میکنیم. بذاریم پیازمون کاراملی بشه. پیازمون کاراملی شد. الان به ترتیب کشمش رو بهش اضافه میکنیم. کشمش خیلی نباید تفت بخوره. باید حواسمون باشه یه کوچولو که تفت خورد بهش بقیه مواد اضافه کنیم. کشمش زود میسوزه، نباید زیاد تفت بخوره. بعدم گردومونو بهش اضافه میکنیم. الانم دیگه روغنا رو بهش اضافه میکنیم. اندازه موادم من تو توضیحات براتون مینویسم. الان دیگه مواد میانیمون آماده شده، از روی حرارت برش میداریم. به آب در حال جوش برنج رو اضافه میکنیم. دو قاشق نمک هم بهش اضافه میکنیم. یه همه کوچولو میذاریم تا به جوش بیاد. برنجمون به جوش اومد، یکم زودتر برش میداریم چون که میخوایم مواد میانی بذاریم وسطش برنجمون شفته نشه. یکم زودتر برش میداریم، کافیه. برنجمون
واسه ته دیگ از سیب زمینی استفاده میکنم. یه مقدار روغن میریزم، یه کوچولو زردچوبه میریزم، کنجه، در آخرم سیب زمینی. لایه لایه برنج رو با موادمون بریزیم داخل قابلمم. قبل از اینکه دمش کنم من یه مقدار کوچولو هم زیر روش میریزم برای طعم و مزه بهتر برنج. یک ساعت دمش میکنیم بعد آماده است. اینم از بمبر پلو خوشمزه ما. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. نوشه جان. ممنونم که منو همراهی کردید. خوشحال میشم کانالم رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، لایک کنید و کامنت بفرستید.